او سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام هم چ کوکل تی وی و امروز اومدیم پای رپ حواشی و دیگه می‌خوایم بررسی کنیم حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو بزنید که حمایت بزرگی از ماست و از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم حواشی داشته باشیم اول از همه اگه رپ هواشی قبلی رو ندید برید ببینید که این رپ داره به اون ادامه هواشی اون رپ هواشی که تو این دو سه روزه داره میاد و میبینیم و این داستان ها اما اولین چیزی که میخوایم ببینیم توییتی هست یعنی ری توییتی هست از فدایی که اومده بود توییت بهروز همون شخصی که توییتش باعث درگیری ملتفت و زدبازی بازی شده بود و گذاشته بود که عکس میلاد هاتمی و سهراب امجه گذاشته بود و اون استوریش که میگفت من کاسبم تا آرتیستم و نمیشه بله همه میدونن کاسبی وقتی بابات مثلا میاد چهار میلیون ارز دولتی میگیره و این داستان ها معلوم نیست این ادعاش راست دروغه یا چی اما اینو گذاشت و فدایی هم ریتویت کرد به اراد کاسبم در واکنش به استوری ام که میگفت من بیشتر کاسبم تا آرتیستم گفت کاسب اصلی منم اما بیشتر آرتیستم شاین آسفالت هم تی دوتا تا استوری نوشت دقت کنی میبینی هیچی نیستی به نظر من شما ژتونی هستید اونم از نوع ارزون خدا جای حق نشسته چه زود دستتون رو شد واسه مخاطبا آسفالت سینا سایی هم واکنششون داد و تی توییت اینجوری گفت قلق پر صدا نمیده حالا هی بلندتر پوز پولتو بده اشکان کاغان هم ایشون داد و نوشت کاسب نیستی ای امین هم در ادامه پیروز چند تا استوری گذاشته نوشت میدونی بدترین چیز چیه تبلیغ بت کنی و به چیزی نرسی بیای بگی دو زن و سهراب ام تک کرد بعدش هم نوشت نزا من خوبشم ولی قسمت نشد و بعدش هم یه استوری قدیمی از شایعه رو گذاشت که داشت تبلیغ بیت می‌کرد. بچه‌ها سلام مخلص خب کانال تلگرام ترامبتو براتون تو تو سرکا گذاشتم و به سپنجم می‌نویسم و خب فرقی که ترامبت داره اینه که واریز عادی داره بعد از برنامه شدن ثبت نام کنید چکرام. خب چه اتفاقاتی که داشت میافتاد تیکایی که به سمت شایعه بود و این داستانا خیلی از شایعه و حرفش حمایت کردن و استوری‌های گذاشتن که یا شامل عکس اون بود یا شامل عکس جفتشون با هم از جمله این اشخاص میشه به رضا پیشرو، پوریا پوتک، سجادی و دانیال اشاره کرد. اما ما بین این داستان البته اینو بگم هنوز مونده استوریا و ادامهش میخوایم به ترتیب بریم جلو استوریا رو محمد کینگ منیجر رپ فارسی هم یه استوری عجیب غریب گذاشته اینجوری نوشت به مولای موش اسکل شدن طرفدار رپ فارس فقط بلدن بشینن تز بدن اما داستان عجیبی که هست الان میخوام اشاره کنیم حالا نقد کلی و اینکه ببینیم دقیقا داستان چیه رو میذاریم آخر اما یه داستانی که هست خیلی ها این وسط دارن به مخاطبا گیر میدن خب شاید درسته که کم حمایت میشن از سمت مخاطب و آرتیست ها. شاید درسته که نمیان اسپاتیفای این حرف رو اما باید به این توجه کنیم چند نفر اومدن گفتن که آقا چجوری میشه اکانت اسپاتیفای ساخت چند نفر اومدن اکانت اسپاتیفای دادن چند نفر اومدن راه و روش درست حمایت رو جا انداختن چند نفر بعضی اومدن احساسی رفتار کردن و لفظ حمایت رو جا انداختن به جای اینکه بگن آقا شما بعد از حق حمایت کنی و بیای درست گوش بدی بعضی دیگه اومدن فقط مقصر دونستن بعضی هم هیچ کاری نکردن فقط توقع دارن آقا بیا بگو دو تا استوری بذار دوتا تا همکاری کن تو اسپاتیفای پخش کن آهنگا رو از اسپاتیفای بذار بیان پول درات میدونی و خب این چیزها مخاطبا از کجا بعد این چیزها رو بدونن همشون یاد بگیرن یا مثلا بحث حمایت خب خیلی از مخاطبا شاید توی یه جایی باشن که اصلا دسترسی نداشته باشن به اسپاتیفای و اینترنت پرسرعت و هزینهشو این حرفا و, و نمیدونم یه کارهای دیگه انجام بشه یا مثلا نمیدونم درست اینا رو یاد بدیم اسپاتیفای چیه چه چی جوریه فلا این فقط مخاطب مخاطب درسته مخاطبا توشون بعضیا هستن که کمکارن بعضیا هم هستن که همه جوره حمایت میکنن و نمیدونم خلاصه این حجم از گیرا که به ها دادن درست نیست و فکر میکنم خود آرتیست ها باید به خودشون بیان بعضی جا فقط مشکل مخاطب نیست و شاید یه جا آرتیست واقعا داره اشتباه میزنه اما خب بعد از این استوری محمد کین کوروش وانتونز هم یه استوری گذاشت خطاب به شایی و گفت یه زمانی کتامون رو باز میکردیم میگفتیم رپریم کدوم زمان همون موقع که ترس خودمون رو نشون نمیدادیم اما چند دقیقه بعد استوریاشو پاک کرد و یه وایس گذاشت توی تلگرام توضیح داد چرا پاک کرده و گفت آقا نمیخواستیم هواشی ایجاد شه سر این مسابقاتی که داریم و فضای پیج به حال بره تو هواشی و این داستانا و بعد جالب اون وایسر هم پاک کرد خب هم ساکت نشست دو تو استوری گذاشت با هم میخونیم فرق من با خیلی ها اینه که از اول خودم بودم و هیچ وقت سعی نکردم ادای خوبا رو در بیارم من همینم که هستم خوب یا بد هر کی حال میکنه دمش گرم هر کی هم حال نمیکنه انشالله خوش و خورم باشه و بعدش نوشت بازنده نق نزنه دق میکنه ما بین این جریانات سه نفر دیگه هم دخیل شدن و اونا سیجل و سامان ویلسون و خلسه بودن که یه سری رشته استوری گذاشتن با هم به ترتیب میبینیم قبلا بعد حواسمون بود میریم یه وقت ناهاری شامی با یه دختری دوست دخترمون نبینه داستان نشه الان بعد حواسمون باشه آقای اینی که کت باز را میرن تو خیابون نگه بدن با این ناهار شام میخوریم این رپرهای نسل جدید واقعا یه هنر پیش میشده من فکرم نوید محمدزاده بیکار میشد به خاطر اینکه خیلی اکتورای خفنی هن. یارو تو اتاق یکیه تو خونه یکیه تو ساختمون تو کوچه یکیه تو خیابون یکیه ما رو میبینه یکیه ما رو نمیبینه یکی دیگه است یا پشت اونجا داره راه میره آی من نمیدونم آه تو آهین صداشو خسته میکنه من با اینا بودم با اونا نبودم ولی خودم نمیدونم اصلا تو صدات اینجوریه مگه بعد از اون بر هم ما رو میبینه اینجوری کنه کم سعادتی ما بوده تا زیارتتون نکردیم باعث افتخاره انگار مدیر مدرسه داره و پدر دانش آموز صرف میزنه وا بده داداش خودت باش سلام راجع به بحث اسپانسری اینفلوئنسرا تو رپ چون هیچکی نظر منو نپرسید نظرمو بگم به نظر من تو مارکتی که آرتیست پول رویالتیزشو نمیتونه بگیره و در درآمدزایی دیگه ای نمیتونه بکنه من تو جایگاه خودمو نمیبینم که بهش بگم چه جوری پول بساز و چه جوری پول نساز و اینم نظر من بود راجع به بحث که تصویری برخورد خب این وسط که ما این استوری ها رو میدیدیم و این داستان امینم هی به حال بنزین میریخت تو آتیش و هی یه تیکه به اون میزد یه تیکه به اون و دو سه تا استوری دیگه گذاشت به این ترتیب که میبینید اینا حریف نیستن یه مش در پیت و بیکار من ریز میبینمشون اون ذره بینو بیار و ام هم تک کرده بود بعدش نوشت راسی زن اون دسته از رپرها چرا هنوز حرفی نزدن گوه به اندازه همتون هست بیاید بخورید حس میکنم یه جای کار میلنگه واقعا استوری های امین خیلی عجیب غریبه و خیلی داره اصلا به یه طرز بدی صحبت میکنه نمیدونم چرا داره این کارا رو میکنه اما یه استوری دیگه گذاشت و سینا با تک کرد نوشت اون شهری که ازش سفی سو اکرا نشون میدی کدش 212 همچنین تو این مابینا یکی براش ریپلای کرده بود که پسر ریدی بره و اومده بود اونو گذاشته بود و براش نوشته بود اگه یه پسر و چه 22 ساله تونسته برینه تو رپ فکر کنم مشکل از رپه یه نکته دیگه هم بود آقای مونتیگو هم وارد این داستان شده بود و یه استوری گذاشته بود من حرفی ندارم ولی احترام به انتخاب و عملکرد پیشکسوتان رکن اوله حتی اگه به نظر اون درست یا غلط باشه تطلی و ام هم تک کرده بود خب داستان احترام ما همیشه پاش هستیم و گفتیم و هیچ وقت نباید یادمون بره نسل اولیا چیکار کردن اما وقتی میاد یه حرکت اشتباه یه کار اشتباه که به ضرر رپه به ضرر جامعه رپ انجام میدن و یه جایی نمیدونم کارشون نقد لازم داره باید گفت در کلام احترام باید این داستان رو گفت و اینجوری نیست که مثلا یه نسل اولی هر چی بگه یا یه کسی که بزرگتر هر چی بگه بگیم چشم احترام سر جاش یادمون میمونه چی کار کردن ولی اگه دارن اشتباه مسیر رو میرن و قدم اشتباه برمیدارن باید بهشون بگیم و نقدشون کنیم همه جای دنیا اینه و اگه غیر از این باشه اون دیگه میشه دیکتاتوری خب این وسط اون دو تا اشخاص دیگه هم که به حالا پویان مختاری و آقای همین میلاد حاتمی که به حال از این هستن و اسم دارن یه سری استوری گذاشتن که استوریاشون واقعا اصلا جای پوشش دادن نره چون هم خیلی بی‌احتیاطی بودن هم الکی خود شاخپنداری مزمن دارن و یه سری حرفا که همیشه به همه میزنن مثلا همین آقای پویان مختاری قبلا ها میومد به تطالیم می گفت افتخارم بغلش را میرم بعد میومد مثلا استوری میزش تو هنگ راش ندم برای همین به خاطر این دو شخصیتی بودنشون و این حرفا الکیشون ما اینا رو بررسی نمی و میریم سراغ رپرامون اما خب شاید رو قرار بود یه لایو و در مورد این داستان ها صحبت کنه اما خب این لایو رو نذاش و یه سری استوری گذاشی یه سری توضیح داد این استوری ها رو با هم میبینیم آقا این لایو رو من کنسل کردم چون اصلا رمقش رفت خیلی فاجعه تر از نشست و برخواست قضیه منم کار به زندگی کسی ندارم همه هم, هم میدونن هاشی هم ندارم ولی الان واکنشش رو میدم چون اسم نداره داره بغل اسم ما میاد بابا صدامونو رو دنیا نمیکشید ما پر روی ما الیم بلیم به جواز میگیم نه ما به یه جواز چشم نگفتیم آدم کیا شدیم کی هن اینا و همی دارن امی مالن سر صورتشون یا روز زنش رو لخ میکند هزار تا همیده دختره ای ایرانی رو لخ میکند این حروم زاده نیست چیه؟ معلومه که قاطی میکنم وقتی اسم اینا داره بغل اسم میاد شما که همیشه از اشغال و بهترین سفر و بهترین چیزا میخوندی شما دیگه چرا تا شما نباید این کارو بکنین چهار تا آرتست این کارو میکنم میگه آقا گشتنشون بود شما دیگه چرا این بابایی هم که میگه دم دارم دروه او زنگ میزنه به ما میگه آقا سعادت هم چی مثلا من اصلا تو رو دیدم من حرف زدم مهم من اصلا با تو اصلا این مهمی تو چی هستی من اگر هم ادب و احترامی میکنم جایی هم فهم و تو رو ببین کجا میلنگی که اینو بد میدونی من آقا مشکلی هم با سایت بت ندارم هزار سالت همه دارن قمار میکنن هزار بارم گفتم اسپانسر را آلما دیدم بت بوده اما شما یک شمایی که دقیقا میرید قمار میکنید برو تو سایت یه آدم حسابی قمار کن برو تو سایت آرتیس دقیقا میدونی یه اعتباری داره سرش به تی چی همون نظامون دیگه گیر بیخود و داستان بیخود هم یه ذره بری تو قضیه یارو اصلا شخصیت یارو رو ببین قبلا هم چند تا دیگه بچه این کارا کردن اصلا باشون با رفاقت اصلا همین یه لگت بکشین زیر شما با خدا فرس سگ کی اینا بعد از این استوری ها هم سیناب نسبت به حال به صحبت خلصه که درباره اینفلوئنسرها حرف میزد یه استوری گذاشت نوشت اینفلونسر به کسی میگن که روی مخاطبانش تاثیرگذار باشه اونی که نباید شاخش کرد بیزینسمنه دیگه تو کلاس کاری ما نیست دهن به دهنشیم خب چیزی که این وسط هست و از استوری های خلسه و همچنین سیناب که دفعه قبل گذاشته بود اگه دقت کنیم توش نوشته بودش که چی نوشته بود سفارش کن که به حال با هاتمی گنگ برقصه و بعدش هم که به هر حال شده بود خود سیناب دوباره اینو یه استوری کرده بود و نوشته بودش که قضیه بدتر از این حرف هاست همچنین تو استوری شای ما دیدیم که میگفت فهمیدم قضیه وخیمتر از نشست و برخواسته و همچنین سپر خلصه چی گفت گفتش که وقتی اینفلوئنسرا میان اسپانسر میشن نباید فلان کنیم و اینا خب حالا میخوام یه نقد کلی بکنیم در این باره اولا که اینا اینفلوئنسر نیستن اینا خزهای اینترنتی ان اینفلوئنسر یکی مثل صدف بیوتی و و, و و و و, و خیلی های دیگه این از این دو من وقتی میگه میان اسپانسرش هم پس یه حرکت بیزینسی این وسطه و همون جوری هم که من حالا دیدم بعضی نوشتن و استوری قدیمی بود چون من خودم این خذا رو دنبال نمیکنم، کنم مثل که اینا گفته بودن میخوایم یه سری کارا خفن بکنیم فیت خفن و این داستان ها پس فیت سخراب و میلاد ها بنظر به نظر میاد هست و حالا یه سری صحبت ها میشه که رقمش خیلی بالاست با و بنظر میاد این داستان هست و قرار این فیته باشه و خب حالا من چند تا صحبت دارم یک ای قرار اینا اسپانسر شن چرا باید با اینا خون اینایی که اصلا نمیتونن بخونن همون اون یکی آقا هم که داره هفته ای آهنگ میده و دوست همینیشونه هنوز داره فالش میخونه و من نمیدونم واقعا چرا باید با یک کسی که فالش میخونه و بعد مثلا میاد میگم بتن رپره مثلا خاورمیانه هم، ایران هم خفن ترینم و کورس مثلا خفن ترین رپر ایران باید این باشه لیوانمون پرشه ماشینمون پرشه یه چیز مزخرف پر اصلا فالشی نمیدونم قافیه های بد و همچنین فکر کرده صداشو کلوفت کنه شد مثلا سروش هیچ کس نه شما عشقشو داری و برید آقا سوادیشو پیدا کنید شما که پولشو دارید آقا برو کلاس سولفج و و, و و و و این داستان ها نمیدونم واقعا چیه داستانشون حالا انتقادی که دارم من از سخراب ام جی و بچه های زد بازی و جوری که میخوایم به این قضیه نگاه کنیم یک زمانی بود بچه های زد بازی ایرونی الی میخوندن و به خزای الی پرداختن و اونا رو دیس میکردن توی ایرونی الی یه زمانی بود که خود سهراب ام همین دو سال پیش آهنگایی میداد که توش میگفتش که رومون نمیشه بگیم ایرانی جلو دوتا دوست خارجی و میومد دیسشون میکرد توی آهنگ و نمیدونم خود سام ویلسون هم همینطور میومدن این خذا رو میگفتن استوری میذاشتن بعضی وقتا و این داستان ها و خیلی ها رو در لول خودشون نمیدونستن اینجوری دیس میکردن و الان باید بیان عکسشون به با اونا دراد الان باید بیان که مثلا فیت باشه تو کار و این حرفا یه زمانی بود پاپ ما انقدر از این فیت ها اینجوری توش اومد هر کی از خونه ننش خر میکرد پول میداد میخون پاپو به این جندی کشوندن پاپو اینجوری آوردن پایین با رپ این کارو نکنید نذارید هر کسی بیاد نذارید هر کسی اعتبار بگیره تو این داستان واقعا من درک میکنم شاعر حالا شاید یه جا بعد حرف زد ولی همین که شای خودش میگه نمیشاشه روش مثلا سگ خودتونم تو آهنگاتون میگفتین همین دو سال سه سال پیش این حرفا رو میزدید اون موقع که اینا تازه پای گرفته بودن همون موقع که اینا پول نداشتن از این مسخره بازی در می میگفتین اینا رو الان چی شده و نمیدونم حالا رفت اومده پشت به ما ربطی نره ولی شما که تو آهنگ این حرفو میزدید بعد میگی می من همین بودم شما همین نبودی شما اینا رو دیس میکردی شما اینا رو دیس میکردی شما تو آهنگاتون تو ستای می میومد اینا رو دیس میکردی می, کردی. می یه زمانی گفتی بیوا شده لینک پیشبینی بعد خودتونم شدین لینک پیشبینی. نقد اینجاست منطقه داستان اینجاست و نذارید هر کسی با سرپ شاخ بشه الان ما رپ یه خانواده است ماها به عنوان مخاطب و شماها به عنوان آرتیستا و داریم میبینیم چرا باید یکی مثل مثلا این آقای پویان مختاری بیاد به مخاطبای رپ احترام میکنه چرا باید سامان ویلسون میگه که رب مقدس نیست رب مقدسه چرا مقدسه چون شماهایی که مجوز نداشین فلان نه فقط شماها بقیه همه همکارانتون کران هم از صفر یه مش بچه های 15 16 ساله بودید اوردید بالا داستانو به اینجا رسوندینش میلیونها ها طرفدار پیدا کرد این مقدسه چرا باید یکی یکی که سرش به تنش نمیارزه یکی که میاد از لخ کردن زنش پول در میاره بیاد تو داستان چرا حالا بعضیا میگیم اینجا حالا داستانا رو میدونیم کارشون گیره تو ترکیه مجبورن شماها چرا واقعا چرا و عوض شدید دیروز دیس ده سال پیش دیس اینا، الان همکاری و فلان و این داستان ها به جای این کارو کنار هم جمع شین اسپاتیفای را بندازین اسپاتیفای بیارین بالا اکانت اسپاتیفای بدید شاید درآمدش الان از اون فیت نباشه که 100 درصد نیست اما ده سال دیگه درآمدش چقدر میشه اما نسل بعد چه جوریه از خیلی ها انتظار میره ولی از یک رپری که خیلی ها بهش میگن بهترین رپر ایران این انتظار نمیره یه کسی که از قدیمی هاست. اگه تو اروپا از اتفاق اتفاقا میفته که صد درصد میفته حالا فیت های پول همینجوره هست ولی وقتی خواننده های میان با یه سری درپیت پیت فیت میدن اون خواننده ها دیگه تموم شدن دیگه نمیتونن آهنگ خوب بدن مثلا سنشون بالا 60 سالش طرف میاد و نکنید لطفا واقعا نکنید سایت بد داشتن اگه بت درست باشه هیچ اشکالی نداره هیچ هم به این گیری نداده اگه درست باشه یه زمان دیدیم اگه سایت بت درست بود سایت بت اینا چجوری اینایی که می اومدن همین آقای پویان مختاری پنج سال پیش ویدیوهاشو برید ببینید می اومد تو ترکیه میرفت شکلات ها رو میگه گفت وای چه شکلاتی چرا بعد نمیدونم می اومد مثلا تو ضعیف ترین فروشگاه اینجا با یه سایت یه دو ساله لامبورگینی سوار شد نمیشه که و نمیدونم خلاصه کاری ندارم و دیدیم که یه زمان این بتا اومد یه زمان فیت مونتیگو بود خود حسین اومد گرفت گفت ما اشتباه کردیم به این اعتبار دادیم خود اون واسه به هر حال بقیه شاخ شد بقیه دوستان شاخ شدن الان دیگه این کار نکنید که اینا شاخ بشن و این یه نقد کاملا هم حس میکنم منطقی گفتم و نگاه کردیم به داستان خلاصه امیدوارم که این اتفاق نیفته و حداقل این فیته نباشه یعنی فقط یه شامی خورده باشن و اینا دعا میکنم که واقعا این اتفاق نیفته و فیته اینجوری نشنویم نیاد و این آقا دو روزیه برای رپ فارسی شاخ نشه مثل اون یکی آقا خلاصه یه سری حواشی دیگه داشتیم به اونا میپردازیم آرش سرطان یه استوری گذاشت و توش تیکه رو انداخت به حال با آهنگ ADHD و همچنین جیدال خب تو این آهنگ ما تیکه رو داشتیم به سخراب MJ سرطان نوشت نمیدونم کجا ریدم که مگس ها جمع شدن حکومت در چند تا مالیده که اینجوری مینالید یکی با موی فر عین اوبیا شماره که یه ریمیکس دادم همتون حامله شدین یکی هم با آستین حلقه ای از اون ابتر فقط گوه میخورید من هم وسط اون رپی که شما میخونید یه واکنش توندی نشون داد به حال اینگونه اما یه توییت داشتیم از معراج ناجی که به هر حال از منیجرهای اشخاصی مثل فرشاد و حامد اسلشه و همچنین یه سری پادکست و برنامه خفن داره به اسم یک بازیر زمین که خیلی وقت هست هست و میشه گفت جزء محدود برنامه های رپ فارسی که باحاله و اومد یه توییت میشه گفت انتقادی گذاشت به پوریا پوتک که جالب بود با هم میبینیم نوشت متاسفانه من هنوز فراموش نکردم که پوریا پوتک با این حربه که من سرطان دارم به زودی میمیرم و این آلبوم آخرین ترک هامه معروف شد حالا بعد از خود پوریا بپرسیم ببینیم داستان چیه چون خود پوریا تو مسابقه قبلی هم ازش پرسیدیم جواب نداد گفت به زودی میفهمن حالا مشخص نیست نمیدونیم این پشت داستانا چه جوریه جی جی هم دو تا استوری گذاشت اول این استوری که می‌بینید دو گذاشته نوشت وقتی بالای می‌خوام بیارنت پایین نکته جالب اینه که یکی از اون اسما رو سانسور کرده بود با یه گیفت حالا نمی‌دونیم اون اسم کیه من ندیدم این عکسو که برای کی درست کرده و چیه نمی‌دونم ولی یه اسم اونجا سانسور کرده بود بعدش هم یه استوری دیگه گذاشته نوشت ولی به انداز این سر و پایین ما 18 سال سر پایم که خب من یه تیکه از آهنگ اوبی بود و داستان اینجوری بود نمیدونم این هواشی واقعا داره بد میشه و اصلا دوستش نداریم این هواشی و, و... اه... نمیدونم نمیدونم واقعا خوب نیست به حال یه داستان دیگه که بود رکورد تطلی بود که جابجا جا شد شخصی اومد 29 میلیون تومن ترکشو خرید و خب یه رکورد دیگه زد خب این وسط توی رپ قبلی هم وقتی ما گفتیم این رکورد خیلی اومدن گفتن که آقا مونتیگو اومده بود 5000 دلار خریده بود مجازه درسته 5000 دلار خریده بود اما اون آلبوم بود و تطلی یه ترک فقط و انقدر داره فروش میره این داستانا 29 میلیون تومن اینا بر حال فروش رفت و این حرفا اما یه داستان دیگه بود مونتیگو موقع به هر حال یه سری کلکلا رو داشت انجام میداد به هیچ کس که یکم اذیتش کنه این حرفا دیس کرد و اینا بعد اومد 5000 داد و استوری گذاشت که آقا حتی رپری رو که حال نمی‌کنم باشه گوش نمیدم و انقدر حمایت میکنم و این داستانه که معلوم بود داستان چی بود و این اینجوری اما خب تتلو داره یه رکورد عجیب غریب میزنه همینجوری داره میره بالا به حال سقف حمایتش اول تو هم بود بچه سه تومن بعد شد 7 800 بعد شد 29 تومن و, و همینطور داره میره بالا حالا بعد با ببینیم تای داستان رکورد چقدر میشه خب بوده از حواشی دو روز شما چی فکر میکنید و نظرتون چیه آیا با فیتا اینجوری موافقید و خب یه داستان دیگه هم داره اینم بهش اشاره نکردیم که وقتی خب تو مارکت پولی نیست این اتفاقا میافته اما خب برای مثلا امیر خلوت هم اتفاق افتاد خب اون هم واکنشا بهش بود اما به چه قیمتی میدونید و مثلا یه زمان هست شایع هم گفت هست واقعا داستانش نیست میاد این کارو میکنه و وقتی الان اسپاتیفای و یوتیوب و اینا انقدر جا افتاد و انقدر جا هست جا بیفته چرا این اشخاص باید بیان و نمیدونم خلاصه نظرتون حتما اون زیر بنویسید موافقت با این داستان یا نه و ببی بگید چیه داستانی خیلی هم زیاد شده بود استوری ها حواشی الان نمیدونم چند فکر کنم 20 به بالا شده و خیلی زیاد هواشی احتمالا هم باز ادامه داره بعد ببینیم چه جوری پیش میره بر حال بود از رب هواشی امروز امیدوارم که لذت برده باشید گرچه خبره توش خیلی لذت بخش نبود اما امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی, سی.